سلام، به تفسیر خبر امروز خوش آمدید. امروز در دو بخش برنامه امروز تقسیم کردیم. در بخش اول به مرور برمیگردیم به خبرهای روز و در بخش اول برنامه امروز در مورد اینترنت ملی و ایمیل ملی صحبت خواهیم کرد و در بخش دوم برنامه امروز هم یاد خواهیم کرد از یکی دیگر از جانباختگان اتفاقات پس از انتخابات سال 88. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران سرویس کلیک ایمیل ملی را راه انداخته است. این سرویس ایمیل تنها با ارائه کد پستی اشخاص قابل ثبت و دسترسی است. محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته است که امنیت و حفظ اطلاعات مهمترین دلیل راه اندازی این سرویس بوده و رابطه ایمیل شهروندان ایرانی با دولت از طریق آن انجام خواهد شد. نامی گفته است که هر ایرانی از مقطع تحصیلی ابتدایی به بعد باید یک آدرس ایمیل در این سرویس داشته باشد. همزمان با راه اندازی ایمیل ملی، محمد حسن نامی وزیر ارتباطات اعلام کرده است که بر اساس برنامه‌هایی در نظر گرفته شده برای تعامل و ارتباط دو طرفه دولت و ملت، از این پس هر ایرانی در کنار کد پستی یک پست الکترونیک اختصاصی دریافت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، نامی گفته است که مراسم افتتاح پست الکترونیک ملی امنیت و حفظ اطلاعات را برای اونها در درجه اولویت اول قرار داده و گفته است با اختصاص پست الکترونیکی به هر ایرانی تعاملات دولتی با مردم به صورت الکترونیک انجام میشه. و همچنین گفته است که با تلاش شرکت پست و سازمان فناوری اطلاعات هر ایرانی از طریق مقطع تحصیلی ابتدایی باید دارای این پست الکترونیکی بشه تا بتونه امور ارتباطی خودش رو از این طریق و از طریق این سرویس ها دریافت کنه. اما همزمان با اعلام این خبر بسیاری از مراجع و محافل مستقل که در مورد کاربردهای امنیتی در فضای سایبری کار میکنن اعلام کردن که این ایمیل از ضریب نفوذ بسیار بالایی برخوردار و هیچ گونه امنیتی در اون لحاظ نشده. به همین منظور امروز با آقای امیر رشیدی از کارشناسان تواناتک که اتفاقا در این مورد بیانیه رو صادر کردن، اطلاعاتی رو صادر کردن و اعلام کردن که این ایمیل از امنیتی برخوردار نیست، با شما همراه خواهیم بود. آقای رشیدی سلام به شما، به برنامه امروز ما بسیار خوش آمدید. اول می‌خواستم وارد این سبقه این ایمیل ملی بشم، چون پیشتر هم صحبت‌هایی بود که سرویس‌های دیگری به عنوان ملی مطرح هستند و از این پس باید اونها رو شناسایی کرد و از طریق اونها انجام شد. امروز اما وزیر ارتباطات چیز دیگری میگوید. امکان داره یه نگاهی داشته باشیم به این که این ایمیل ملی و این اینترنت ملی چیست؟ خب تو راستای در واقع در راستای پروژه اینترنت ملی میشه تمام این مباحث رو ارزیابی کرد. ببینید از چند سال پیش شاید بشه گفت اواخر آقای دوره آقای خاتمی اگر به لحاظ زمانی اشتباه نکنم، بحث ملی سازی مطرح شد، بحث سیستم عامل ملی مطرح شد. بعد خب اومدن توی دانشگاه شریف یه کارایی کردن روی لینوکس به عنوان سیستم عامل ملی میخواستن مطرحش بکنن. خب اون پروژه اون زمان با موفقیت همراه نبود، گرچه الان سیستم عاملی رو به نام زمین به عنوان سیستم عامل ملی معرفی کردن. بعد خب اومد رسید به اینترنت ملی و شبکه های داخلی و اینا. بعد از جریانات انتخابات 88 این بحث ملی کردن خیلی شدیدتر شدش. یه نکته خیلی مهمی که ما باید حواسمون بهش باشه این هستش که ما وقتی میگیم یک چیزی، یک پدیده ملی هست، به معنای این هستش که این پدیده تماما در داخل کشور توسط نیروی فنی داخل کشور داره مهندسی میشه، پیاده سازی میشه. شما نمیتونید یک ابزاری رو، یک نرم افزاری رو از خارج از کشور بردارین بیارین داخل کشور، فارسیش بکنید، به قول بچه های کامپیوتری میگن کاستومایزش بکنید اونجوری که خودتون دلتون میخواد، یه سری تغییراتی توش به وجود بیارید و بعد اسمشو بذارید این یک محصول ملیه. این چیز ملی نیسته. شما در واقع دارید کاری رو که دیگران کردن رو فقط بر اساس نیازهای خودمون داخل کشور
تغییر میدیم و فقط یه برچسب ملی روش میزنیم، در واقع کار ملی صورت نگرفته. در زمینه این بحث جدید پست ایمیل ملی که الان شرکت پست اومده اعلام کرده که ما ایمیل ملی ارائه میکنیم، خب چند وقت پیش یه سری میل سرورهای دیگه تحت عنوان ملی معرفی شدن که معروف ترینشون ایران.ir بود که ایران.ir رو به عنوان پورتال ملی معرفی کردن و پستی که از اونجا گرفته میشد، مثلا فرض بفرمایید هر چیزی ات ایران.ir، میگفتن که این ایمیل ملی هستش. بعد از اون خب میل سرورهای دیگه اومد، مثل چاپار، مثل عرض شود که میل سرویس های دیگه اومدش که هر کدومو سعی میکردن به نوعی بگن که این ملی هستش. الان شرکت پست داره میگه این میل سرور ملی هستش. به نظر میاد که این وسط در واقع خیلی متولی مشخصی نداره این جریان ملی سازی اینترنت. حتی خب لازم قانونی مشخصه، ولی واسه این میگم نامشخصه که هر کسی داره محصول خودش رو به عنوان سرویس ملی معرفی میکنه. بنابراین میشه اینطوری برداشت کرد که مشخص نیست متولی امر کی هستش الان، برای اینکه بتونه بگه که چه سرویسی ملی هست چه سرویسی ملی نیست. آقای رشیدی، در مقدمه هم اشاره کردم بسیاری از محافلی که در مورد امنیت سایبری صحبت میکنن در مورد امنیت این ایمیل علامت سوال های بسیار جدی دارن. یکی از اون محافل و مؤسسه ها مؤسسه توانوتک هستش که شما از طریق اون مطلبی رو منتشر کردید و در این مورد صحبت کردید. این ناامنی و این که شما اشاره کردید این یک برنامه بسیار قدیمی است و امکان نفوذ بسیار بالایی داره، اینو میشه توضیح بدید به صورت بسیار ساده که بتونیم در موردش صحبت بکنیم؟ خب به نکته خیلی خوبی اشاره کردین در زمینه امنیتش. موقعی که این سرویس ایمیل ملی رو، حالا باز میگم ما نمیدونیم الان کدومشون اصلا ملی هستن کدومشون نیستن، ولی چیزی که اینو صحبت میکنیم مربوط به شرکت پست، موقعی که معرفی شد بارزترین ویژگی این سیستم، یعنی در واقع دو تا ویژگی خیلی بارز براش نام بردن، یکیش بحث امنیت بود و دیگری اینکه این یک پدیده ملی است. تو نگاه اول، یعنی اگر شما هیچ کارشناس اینترنت و امنیت و چیزایی از این دست نباشین، این روزا تقریبا میشه گفت همه کاربرهای اینترنت میدونن که فرق بین HTTPS و HTTP چی هستش. همه حداقل این دانش رو دارن که سایتی که روی پروتکل SSL یعنی HTTP با HTTPS شروع بشه، سایتی هستش که امنیتش به مراتب بیشتر از سایتی هستش که فاقد چنین پروتکلی باشه. خب در نگاه اول خیلی ساده شما متوجه میشین که این سایت فاقد پروتکل SSL هستش، یعنی شناخته شده ترین پروتکل امنیتی در اینترنت و حتی به شکلی میشه گفت دم دستی ترین و ساده ترین ابتدایی ترین پروتکل امنیتی که وجود داره و تهیه و نصبش هم واقعا کار خیلی سخت و پیچیده ای نیست. یه گواهی داره که شما باید اون گواهی رو تهیه بکنید روی سرورتون نصب بکنید. این ایمیل فاقد این مسئله هستش، یعنی اگر یک هکر بتونه خط شما رو، اون کانکشنی که بین شما و سرورتون داره برقرار میشه رو به هر طریقی شنود بکنه، به راحتی هر چه تمامتر میتونه دسترسی پیدا کنه به یوزرنیم و پسورد کاربر به خاطر اینکه پروتکل SSL رو نداره. بنابراین در اولین گام بحث امنیت که اعلام کردن این امن هست، ما خیلی راحت میتونیم ببینیم که چنین امنیتی اساسا وجود نداره. بحث دوم راجع به امنیتش که میتونیم بکنیم این هستش که خب اینا اومدن برای در واقع این سرویس میل سرور از یک نرم افزار اوپن سورس یا متن باز و رایگان استفاده کردن که هر کسی میتونه بره مراجعه کنه به وبسایت این نرم افزار، دانلودش بکنه و اگه یه سرور داشته باشه حتی برای خودش نصبش بکنه، راه اندازی بکنه. بدیه داستان این هستش که ورژنی، نسخه‌ای که استفاده کردن نسخه قدیمی هستش به گفته سازنده های این برنامه مدیریت ایمیل. این بیش از 5000 تا وصله امنیتی براش منتشر شده
که توی نسخه که این در واقع شرکت پست استفاده کرده این وسایل امنیتی استفاده نشده. بنابراین میتونیم ببینیم که از دو جهت کاملا فنی این سرویس فاقد امنیت لازم هستش و ادعایی که شده برای این که میگن که یکی از ویژگی بارزش امنیت هست اساسا چنین چیزی نمیتونه صحت داشته باشه. از طرف دیگه ما از بعد از سال 88 خیلی جدی با این مسئله روبرو شدیم که به شکل سازمان یافته حکومت تلاش میکرد که شنود بذاره روی خطوط روی ترافیک اینترنتی کاربرها، ایمیل ها رو هک کنه، وبسایت ها رو هک بکنه، به دیتا هاشون دسترسی پیدا بکنه. خب شما ببینیم که یکی از شرط هایی که باید داشته شما باید به انجام بدین برای اینکه بتونین از این سایت یک ایمیل بگیرین چی هست؟ شما باید کد ملی خودتون رو وارد بکنید. خب شما وقتی کد ملی خودتون رو در اختیار در واقع کسانی که گرداننده این کار هستن قرار بدین، دیگه عملا اون آقایون نیازی به این ندارن که هیچ کار فنی خاصی انجام بدن برای اینکه بتونن شما رو شناسایی کنن، ردیابی کنن، ببینن کجایین. به خاطر اینکه با شماره ملی به همه چیز شما دسترسی دارن، از آدرس خونتون بگیرین تا حسابای بانکیتون تا محل کارتون تا نمیدونم درآمدتون، مالیاتتون، هر چیزی که کاربر با سر و کار داره با این شماره ملی قابل دستیابی هستش. بنابراین از این بود هم که اعتماد به حکومت وجود نداره برای اینکه نمیدونیم میخوان با دیتاهای ما چی کار بکنن، متوجه میشیم که در واقع امنیت وجود نداره. بحث سومی که وجود داره این هستش که این سرویس رایگان نیست، باید پول پرداخت بشه براش و اگر اشتباه نکنم درست یادم باشه به ازای یک سال خدمات 3000 تومن فکر میکنم، حالا ممکن اشتباه بکنم ولی به هر حال یه مبلغی باید پرداخت بشه، در حالی که شما میبینید سرویس های مشابهی وجود داره که امنیتش به مراتب بیشتره، مثل فرض بفرمایید جیمیل فضای به مراتب بیشتری رو در اختیار شما قرار میده و این سرویس رایگان هم هست. و خب خیلی غیر منطقیه که ما هم امنیتمون رو بخوایم از دست بدیم، هم پولمون رو بخوایم از دست بدیم و هم اطلاعات خصوصیمون رو در اختیار کسانی قرار بدیم که وابسته به حکومت هستن و واقعا اعتمادی بهشون وجود نداره که اینا میخوان به چه شکلی از این اطلاعات استفاده بکنن. آقای رشیدی ممنون از توضیحاتتون. فقط به عنوان سوال آخر، آیا نمونه های دیگری از کاربرد ایمیل ملی و یا اینترنت ملی در کشورهای دیگه وجود داره؟ اگر وجود داره این تجربه ها تا چه میزان موفق و تا چه میزان ناموفق بودن؟ خب نمونه هایی که وجود داره، آره میشه مثلا این نمونه رو توی کره شمالی دیدش که نه تنها اینترنت ملی وجود داره، شبکه های اجتماعی ملی وجود داره، عرض شود که موتورهای جستجوی ملی وجود داره. توی کره شمالی این بحث هستش، توی چین این بحث هستش، در واقع هر جایی که شما با یک حکومت تمامیت خواه روبرو هستید که از فعالیت آزاد مردم در اینترنت میترسن و نگران هستن، شما میبینید که این پروسه حلقه بسته اطلاعات وجود داره. توی کشورهایی که اسپردم این اتفاقا افتاده و اتفاقا الگویی که الان ایران داره دنبال میکنه بیشباهت به الگویی نیست که کره شمالی رفته و به جایی که رسیده. و به نظر میادش که حتی توی گفته های مسئولین امر هم شما اگه جستجو بکنی میبینین که واقعا اسم بردن از شبکه اینترنت کره شمالی به عنوان یک الگو که میخوان که برن و به اون نقطه برسن. ممنون آقای رشیدی از اینکه امروز همراه برنامه ما بودید. بر صورت امیدوارم که باز هم این فرصت باشه تا بتونیم به صورت مفصل‌تر در مورد این سرویس و سرویس‌های دیگه‌ای از این دست که از طریق دولت داره ارائه میشه با شما صحبت بکنیم. شعار محمود احمدی نژاد دولت الکترونیک بود، اما این اواخر بر صورت خاصش شاید به نوعی این شعار رو محقق بکنه، اما با این ناامنی و با این بی‌نظمی. ممنون به هر حال از اینکه باز هم همراه ما بودید. در بخش دوم برنامه امروز یادی خواهیم کرد از یکی دیگر از جانباختگان حوادث پس از انتخابات سال 88، شهرام فرجزاده، کسی که در عاشورای سال 88 جان خود را از دست داد. او کسی بود که فیلم کشته شدنش وقتی منتشر شد
حاکی از اون بود که ماشین نیروی انتظامی از روی او رد شد، اما فرمانده نیروی انتظامی در مقابل سؤال خبرنگاران این موضوع رو تکذیب کرد، اما تکذیب او چیزی از حقیقت کم نکرد. حتی شاهد این قتل وقتی در دادگاه و در مقابل دیگران و در مقابل روزنامه‌نگاران شهادت داد، او رو محکوم کردند به جای اینکه عامل اون قتل فجیع رو محاکمه کنند. امروز با خواهر آقای فرج‌زاده صحبت خواهیم کرد، خانم طاهره فرج‌زاده، و جنبه‌های مختلفی رو در که بعد از 4 سال گذشت از زمان و مرور این روزهای سخت رو با ایشون بررسی می‌کنیم. خانم فرج‌زاده سلام به شما، بسیار به برنامه ما خوش آمدید. شاید 3.5 سال 4 سال از اون روزهای تلخ گذشته و امروز البته وارد فضای جدیدی در کشور داریم میشیم، فضایی که بسیاری به اون امیدوار هستند و با نگاهی امیدوارانه به این روزها نگاه میکنن. این 3.5 سال 4 سال بر شما چگونه گذشت؟ فضا رو چگونه میبینید؟ ببخشید، من همیشه با این مسئله که بگم، یعنی درسته که برادر من الان حدود 4 ساله که از دست ما رفته و ما این فاجعه رو به طور مستقیم احساس کردیم، ولی واقعیتش اینه که من همیشه میگم این کشتاری که تو سال 88 اتفاق افتاد ادامه این کشتارهای 30 چند ساله بوده. یعنی واقعا کشتار بچه های ما یه چیزی نبود و این جنبش حالا یه مرحله خاصی رسید تو اون مقطع، یه جنبشی نبوده که از اون لحظه شروع شده باشه. واقعیتش اینه که کشور ما از فردای انقلاب مشکلاتی داشته و خب کسایی بودن که به این اعتراض داشتن و نمونه وحشتناک‌ترین کشتاری که صورت گرفت به نظر من کشتاری بود که تو دهه 60 صورت گرفت، کشتار سال 67 علی خصوص. ما بعد قتل‌های زنجیری رو داشتیم و این میگم یه چیزی نیست که فقط در این 4 سال، درسته که به طور مستقیم حالا مثلا من تو این 4 سال بیشتر عزادار برادر خودم بودم، ولی تو این 30 چند سال عزادار خیلی عزیزای دیگه‌ای بودم که خیلی مظلوم‌تر از حتی بچه‌های ما کشته شدن و شما یه سری به خاوران بزنید میتونید بفهمید که واقعا اونا تو چه وضعیتی جون خودشونو برای این جنبش و برای مطالبات مردمشون از دست دادن. من فکر میکنم که بارها با این صحبت شده که ما انتظاری هم نداشتیم از اینکه این آقایون بیان به قول معروف به دادخواهی به قول معروف بکنن از ما یا دلجویی بکنن. به هر حال ماهیتشون اونجوری که هست و اون اساس عمل خواهند کرد. یعنی من به شخص امید این که مثلا بگم که چیزی بلافاصله تغییر بکنه و اینو نداشتم تو این 4 سال. با توجه به وضعیتی که کشورمون حاکم بوده همین چشم انداز رو داشتم. خب خانواده من تلاش هایی کردن، ما وکیل گرفتیم و مطالباتشون رو بهشون رسوندن. خب پدرم برادرام اینا دنبالش بودن، ولی میگم همون چیزی که قبلا گفته شده، کسی که خوابیده رو میشه بیدار کرد، کسی که خودش رو به خواب زده رو هرگز نمیشه بیدار کرد. یعنی خودشون رو به خواب زدن انگار که اصلا چیزی اتفاق نیفتاده، یا خیلی هم اگه مثلا به فرض ما پافشاری کردیم گفتن حالا بیاین یه دیه بگیریم. من توی مصاحبه آخری که با BBC داشتم مطرح کردم که یه چیز واقعا توهین‌آمیزی به ما پیشنهاد کردن که خب ما طبیعیه، حالا مسئله مادیش نیستش، ولی مسئله اینه که یعنی ارزش خون بچه های ما انقدر پایین آوردن تا به این شکل باز به ما توهین کرده باشن و میگم همون چیزی که ازشون انتظار میرفته انجام دادن. حالا شما میگید که البته شرایط الان داره تغییر میکنه و این امیدوار کننده است، یه چیز مثبت رو توی آدم ایجاد میکنه. امیدوارم شما به حال حتما یه روشنایی میبینید که این حرف رو میزنید و امیدوارم که این شرایطی که میگید واقعا تغییر داره میکنه، وضعیت رو عوض کرده باشه. ولی به هر حال تا این اواخر میگم من هیچ وقت این چیز رو نداشتم که فکر کنم میخواد چیزی تغییر بکنه. و با توجه به اینکه ماهیت رژیم، این قانون اساسی جمهوری اسلامی جوری بنا شده که تمام قدرت در دست یک نفر هستش و تا وقتی که اون یک نفر این همه قدرت داره، به نظر من هیچ کسی نمیتونه کاری بکنه. خانم فرج‌زاده، در خبرها اومده بود که شما پس از پیگیری‌های بسیار از پیگیری پرونده شهید فرج‌زاده انصراف دادید و اون رو رها کردید. دلیل چی بود؟ چرا رها کردید؟ نه، ما
منصرف ما منتظر این هستیم که پرونده ما باز بمونه تا موقعی که توی میگم تا یه روزی برسه که دادرسی عادلانه بشه در حد واقعا یه دادگاه صلحی باید برای این جنایات جمهوری اسلامی ایجاد بشه و به قتل‌های کشتارهای دهه 60 و قتل‌های زنجیری و این همه کشتار دیگه که شده و شامل کشتار سال 88 هم بشه. من اینجوری فکر میکنم. اگر اجازه بدید برگردم به دوباره فضای جدیدی که در کشور به وجود اومده و این روزها پس از انتخابات در برخی از شعارهای شادمانه مردم پس از انتخابات نام شهدا و کشته شدگان حوادث پس از انتخابات اومده بود و اسم اونها رو صدا می‌کردن، شعارهایی رو می‌دادن مبنی بر اینکه رأیتون رو پس گرفتیم، بیدار شید، شادمان باشید و بسیاری از این شعارها که نشون می‌داد مردم شهدای جریانات پس از انتخابات سال 88 رو فراموش نکردن. شما چه حسی داشتید وقتی این شعارها رو می‌شنیدید؟ من واقعا همیشه از مردم خودمون واقعا ممنون بودم و میدونم که هرگز ما رو فراموش نکردن و همیشه در کنار ما بودن. مردم نه نداز، نه سهراب، نه شهرام از یادشون نرفته و به هر حال به شکلهای متفاوتی این همدلی خودشون رو به ما رسوندن. یعنی واقعا ما از این بابت با از مردم هیچ گله‌ای نداریم و اینکه مردم به قول معروف باز دوباره با یه شیوهی که واقعا خاص جامعه ماست این سعی کردن که توی صحنه باشن و مطالبات خودشون رو که یکیش همین بود رسیدگی به این جنایت ها بود رو مطرح بکنن واقعا دلگرم کننده بود. من اگرچه که رأی ندادم ولی از این که می دیدم یه عده اومدن مثلا به فرض از یه شیوهی که خیلی جالب من توی صفحه فیسبوک هم گذاشتم که جالب تر چیزی که من شنیدم این بود که می گفتن توی تمام دنیا مردم رأی میدن یه نفر رئیس جمهور بشه، توی کشور ما مردم رأی دادن یه نفر رئیس جمهور نشه. مردم به قول معروف از واقعیات جامعه خودمون شروع کردن و به نتیجه رسیدن که با شرکت کردن توی انتخابات میتونن حداقل یه سری نقشه ها رو براب کنن و یه سری خواسته های خودشون رو مطرح کنن. یکی از خواسته هایی که مطرح شد رسیدگی به در واقع این بود که این کسانی که تو سال 88 کشته شدن دادخواهی بشه که اینا واقعا به نوعی بگن که این هنوز ما از یاد نبردیم این کشته ها رو و هنوز همون درخواست رو که این بچه ها به خاطرشون از دست دادن هنوز پابرجاست. حالا فرزاده اگه اجازه بدید به صورت مشخص وارد این موضوع بشیم، شما به عنوان کسی که یکی از خانواده هایی که هستید که عزیزی رو در این راه از دست دادید، چه مطالبه ای رو از آقای حسن روحانی و تیمی که به زودی بر سر کار خواهد اومد دارید؟ البته ما انتظار این داریم که چیزایی رو که به مردم قول دادن و به خاطرش این همه رأی آوردن رو به یاد بیارن. اولین چیزی که ایشون مثلا مردم بارها و بارها توی صحبتایی که میشد من دقیقاً اینا رو گوش میکردم، یادم میاد که مردم دوباره و دوباره میگفتن زندانی سیاسی آزاد باید گردد. باید آقای روحانی به این قولی که به مردم دادن که بله زندانی سیاسی باید آزاد بشن وفا بکنن. اولین کاری که واقعا اگه اینکه به هر حال آقای روحانی چه کار خواهد کرد، حالا من چه تحلیل داشته باشم امر جداگونه است، ولی اینکه به هر حال برای مردم به نظرم بهترین آزمونش این خواهد بود که به اون قولهایی که داده بودن وفادار میمونن. در صدر این قولها آزادی زندانیان سیاسیه. من فکر می‌کنم اگه بتونن توی این مورد یه کاری بکنن نشون دهنده اینه که به یه سری از قولایی که دادن پایبند هستن و به قول معروف مستحق رأی که آوردن بودن و اگر نه که خب طبیعیه که مردم دلخور خواهند شد و مردم به قول معروف اون اعتمادی رو که داشتن رو از دست خواهند داد. اگر نکته دیگه ای هست ما در خدمتتون هستیم. من الان تشکر میکنم، همینجور که بهتون گفتم فکر میکنم شما هستین که پیغام ما رو به مردم میرسونین و ما رو تنها نذاشتین. با تمام از شما تشکر میکنم، از مردم تشکر میکنم و دلم میخواد که یعنی ما چاره ای جز این نداریم که خوشبین باشیم. یعنی واقعا وضعیت جامعه ما اینجوری هستش که به شکلهای متفاوتی سعی میکنن ما رو توی همیشه توی عذاب و ماتم و اینا نگه دارن. با عزیزانمون از دست دادیم و هممون به نوعی ماتم زده هستیم و سالهای سال با این
واقعا افسردگی زندگی کردیم، با این ماتم‌ها زندگی کردیم، و ولی خب بالاخره برای این که آدم یه حرکتی بکنه یه انرژی لازم داره، یه امیدی، یه چیز انرژی مثبتی احتیاج داره، که با این وضعیتی که الان ایجاد شده، همین که شما میگین، مثلا میگم شما صحبت میکنین که وضعیت داره تغییر میکنه، ما هم میگیم که بذارین رو به فال نیک بگیریم و امید داشته باشیم که حالا آقای روحانی بتونه یه سری حداقل اگه تغییرات حالا اساسی کاملا نتونه صورت بگیره، در حدی که براش مقدور هست، به یه سری از قولایی که به مردم داده بود که دوباره تکرار میکنم، در صدرش رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی، الان به شکلهای متفاوتی زندانیان سیاسی توی ایران دارن از بین میرن، فقط کشته شدن این نیست که این همه اعدام میکنن، این همه به شکلهای متفاوت میکشن، احتیاج به این دارن که به وضعیت بیماریاشون رسیدگی بشه، رسیدگی نمیشه، و با شکنجه هایی که صورت میگیره با شکنجه و اینا از بین میرن. این باید به این وضعیت واقعا غیر انسانی پایان داده بشه، و اگه ایشون بتونن تو این مورد کاری بکنن، ما امیدوار خواهیم بود که بتونن تو زمین های اقتصادی هم که مردم این همه تو فشار هستن، واقعا مردم دارو به دستشون نمیرسه، برای مواد اولیه غذایی با مشکل روبرو هستن، ما امیدوار میشیم که بتونن در تو مسائل اقتصادی هم کاری بکنن، و در حد بین‌المللی هم آبروی ایرانی‌ها تو تمام دنیا رفته. من واقعا زجر می‌کشم از اینکه ایرانی هستم که وقتی ازم می‌پرسن اهل کجایی، میگم ایران، ولی میدونن که با یه چشم به نگاه تروریست و نمی‌دونم بمب‌گذار و فلان بهم نگاه می‌کنن، و واقعا امیدوارم که شرایط جوری بشه که این وضعیتی رو که الان به وجود اومده و بیشتر ایرانی‌های خارج از ایران به قول معروف به چشم یک تروریست بهشون نگاه میشه، این حالت تغییر بکنه و جمهوری اسلامی بتونه، یعنی جمهوری اسلامی نه، یعنی واقعا این آقای روحانی بتونه حالا در هر چارچوبی که میتونه براش مقدور هست، این آبرو رو تا یه حدی برای مردم دوباره بخره، چون میگم در سطح بین المللی واقعا یه چهره خیلی بدی از کشور ما الان ایجاد شده، که به خاطر سیاست‌های خیلی تندرویی که داشتن، سیاست‌هایی که داشتن تو کل دنیا، به هر حال این صورت این حالت رو ایجاد کرده. امیدوارم که بتونن با سیاست‌های بین‌المللیشون و با سیاست‌های داخلیشون وضعیت رو از این چیزی که هست بهتر بکنن. و میگم فکر میکنم من به نظرم قدم اولی همین رسیدگی به وضعیت زندانی سیاسی خواهد بود، و البته به نوعی بله دلجویی از خانواده کسانی که توی از این همه سال کشته شدن، چه خانواده های کشتارهای دهه 60، چه قتل های زنجیره ای، و چه کشتارهای سال های 88 و غیره. ممنون خانم فرزاد از اینکه امروز همراه ما بودید. به هر صورت این حداقل وظیفه بود که پس از 4 سال انجام میدیم و یادی میکنیم از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88، کسانی که به هر صورت سهم بزرگی در فضای امروز هم دارند. باز هم ممنون که همراه ما بودید. از شما هم تشکر میکنم که امروز هم همراه برنامه تفسیر خبر بودید. به صفحه فیسبوکی تفسیر خبر اگر مراجعه کنید، از اون طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، و از طریق ایمیل برنامه هم میتونید با ارسال نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون و حتی سوالاتی که شاید از مهمانان ما دارید، میتونید ما رو در بهتر شدن برنامه تفسیر خبر یاری برسونید. امیدوارم که روزگاران خوبی داشته باشید و تا درودی دیگر، بدرود.